Масок туман дарама. Давид. Урой сотку дам. Влет дарит, а чаврай дарит дороги. Шавкат капатутка. Балот зад там. Тас гирешкене. این کار را که کرد نچه آتا دادم خلاص شدی جنابی عزمی تو رو نچه آتا دادم جنابی عزمی مرا کی دوستید؟ شوکت دوستید است چرا دوستید است؟ شوکت از من چی میخواهد؟ از تو هیچ چیز نمیخواهد از من نخواهد از من پول خواست جنابی عزمی انشاءالله که نداده ایم جنابی عزمی؟ ای دادم البته برای تو همه چیز فدای تو باد همه دارایم فدای تو باشد جنابی عزمی همه اش را نداده ایت همین خیل نه؟ اگر گویم که همه پولهایم را دادم تولین برایم نگاه نمیکند نه جانکم اگر این خیل میشود یک قسمش را دادم حالا هم قصر خانه و ماشین ها بناها اصلا قصر ها حالا هم پول دارم ثروتمند هستم من راست میگوی جنابی عزیز بله جانکم بله پولی نکم شما خدا با من دار جنابی عزیز ای بچه او میمری امیر چور پنج ایتاج دیگه بلوتر سوزی چیکار میکنم اکما همجه پرتون خدمه شوکت صلاتی جنازه بنده مومین یا خدایا کنی با من ده سیلو رو پاشا رو در چشمش میپرانم من ایستو چیکار میکنی جسور قاتل شده در محبس میپوسی سر ده من رو میپرانم سر نمیدیم تو رو یک سو ایست من خودم حل میکنم نه ناپار کمان بچه ها رفته سری راهش رو میگیریم رفته میرمه دستی اونال نفتیده باید سمی رو دستگیر کنم مادر جان خوب استی عدنان جان خوبم جنابی عزمی همه پول رو با اونا داده است نصفش رو داده است بخیر است پدر چی شد؟ نپرس پسرم نپرس همه پول رو از دست دادیم اگر آن پول ها را باز پس نگیریم این خانم تورین به من اصلا خانه دار نمی شود تا
تو پروا نکن پدر جون، این رو با من گذار. تو شهر بچه ایوان هستی. اول تو از طول این دست بکش، بعدن گرفتنی پول آسان هست پدر. خانم تولی جنوبی از می جون تولی تو تاله بیا. شکری خدا از این کلاس خلاص شدم ها؟ گرختم. خاموش. فورت سطریت رو نبرار. اونها با کجا رفتن؟ این کار را ببینه؟ کلتا کلت رو میکوبیم و دنبال زنبور پرور و دارو پاش میدویم. این چخیر کار است نه؟ صدرم استید، من حالت رو خوب فهمیدم. با ذکاوت تیزی پولیس من شما رو میفهمونم. بودست نبودست دارو شب زنبورهای زنبور پرور رو دارو پشده کشته است. فس فس. این حالت رو شفی زنبور رو دیده سر پرش بیران میشود و تا حال از خفای دارو شب دویده استود است. چخیلی؟ گوش کن لبین، این ها رو تو فکر میکنی پسرم؟ خیلی دیگه خیلی فکر رو را کی میکنه؟ البته که لیوین میکنه. پیشت رو میرویم، کار بسیار داریم. امسال من به نفخه میبرایم. ادرستی رفتیم. خداوند تمامی ملائکه ها با میگفت تو نامین بگم. خدا لعنت کنه. لبایزورا الو زیو، چی کار کردی؟ سمیر را دستگیر کرده، توانیستی جانا؟ دستگیر کرده، من به تو بعدن زنگ میزنم مایلش. خیر. نهایت زیو بیگناه میبراید و ما براحتی خونه دار میشویم. انشالله این بهار را هم از خونه رها میکردن خوب میشد. جنابی اسمی یانگا جان. بیا جانا. زهرو جان، شکر که صحت سلامتید. رحمت سلامت باش زهرا جان. رحمت جانا، رحمت یک دانا. خدا شکر خانم تولی. بیا خانم، بدرون میتراین. بیا جانا، مرحمت. آه جنابی عزمی، آه جنابی عزمی. بهار جان، چشمانت را از بالای عدنان نمیکنی؟ گوش کن زهرا جان، با تو آشکارا سخن میکنم. بسیار خوب میدونم که از اینجا رفتنی مرا میخوایی. بله میروم، ولی تنها با یک شرط میروم. بگو چی میخوایی؟ عدنان جسور رو با من تغری میکنی. فکر کن که این کار تمام است. به این هم نقشه هم رو کشیدم. نزدیکتر آی، مرا گوش کن، این خیل میکنیم. ترسیدم جنابی عزمی، سخت ترسیدم. خب هستیت خانم تولین جان؟ خوبم جنابی عزمی، با مهربانی های شما خوبتر شدم. نشید، فایده دارد. عدنان برادر، امت را بگو که پدرم بی پول شده است، اکنون این بازی رو بس کند. شد، حل میکنم. زودتر حل کن. امای تولین جان، من باید با شما یک مسئله مهمی رو بگویم. جنابی عزمی از کو؟ جنابی عدنان، خانم زهرا شما رو در بخچه انتظار است، بسیار تعجیلی بوده است. وای داد، بعدن حل میکنم. این رو خونو کبی. حضور رو بگو. عدنان جان، من با تو یک چیز رو گفتنی بودم. چی گفتنی بودی؟ تسر بگو. کنی بگو. ای با خانم بهار چیزی شده است پدر. ای خانم بهار خوب هستید؟ پایم بسیار درد میکند. ای هر جا نباشد پایش را کشیده است. کنی برداشته به خانه برد نه. من این زن رو چخیل میبردارم، از 70 کیلو زیاد است آخیر. زهرا تو هم دستت را دراز کن تا او رو یک جای بریم. عدنان، دست و بازی با قوت داری، خودت برداشته بر. آسان باشد خودت برداشته بر، چه خیل با قوت. آه.
نمایید. تشکر زیاد. ای اوف، حاضر خوبتر شدم جناب عدنان جان، رحمت. چرا به من رحمت نامد؟ میانم کند آخیر. خانوم بهار، شما دم گیرید، من به شما یخ بیارم. یا خدایا، زهرا در کجا هست؟ اف، بسیار درد کرده استاده است. بسیار زر بخورده است، کمی نمی مولید؟ البته. آی بله، بسیار فورید، کمی دیگر با بالا کنید لطفا. بله کمی دیگر باز با بالا. چی شده استاده است؟ بله ادامه دهد جناب عدنان جان. پای این زن رگ نکشیده بود چی؟ یا اینکه مرو فریب داد؟ از اینجا در حال رفتن گزین، نیت این زن بد است. خانم بهار، خدا به شما شفا دهد، من باید روم. با کجا می روید جناب عدنان؟ پای من بسیار درد کرده ایستاده است. وای دو، در محکم از کو؟ پایم بسیار درد دارد. از اینجا رفتنم لازم، باید زود روم. خدایا این در چرا کشوده نمی شود؟ جناب عدنان، یکون مشکلی است. در محکم شده است خانم بهار. آی یعنی در درون محکم شده مونده ایم؟ شما کلیدی ایلاوگی دارید خانم بهار؟ و خدا من کلید ندارم جناب عدنان جان. نباشد که دری ما رو محکم کرده است. با خدا هیچ چیز رو نمیدونم. زهرا، اینها برای من دام انداختند، با پای این زن هیچ چیز نشده است. کمی نمیشنید اینجا عدنان جان؟ خانم بهار، چی کار میکنید؟ مگر شما رو میزیبد؟ یعنی چی فرق دارید از دیگر زنها؟ یا خدایا، یعنی شما هم مثل زنهای بد اخلاق خوبی گفته با بغلی مردها میدارید؟ وگرنه از شما خوشم آمده بود، شما را یک زنی با معنی فکر میکردم. در نظرم خود رو گنده کردید. کلید رو بیده. جناب عدنان جان، یک دقیقه، شما رو از من خوشتان آمده بود؟ بله، اما شما این وضعیت رو از دست دادید. خاموش باشید، گپ نزنید، التماس، خاموش استید. من از روزی بسیار شرمنده هستم، یعنی با حسیاتم دل شما رو شکستم، التماس من رو ببخشید. مایلش خوب، دیگر غضبم رو ناورده، کلید رو دهید. شد، حاضر میدیم، کافیست که در چشم شما نافتم. عشقی که نسبت شما دارم، مرا شفا داد. شیطان چه خدایا، مرا ببخش، وای زن را گفتم که از تو خوشم اومد، از دیگر راهی نجات نداشتم. آخر جسور چی شد؟ میانم شکست، مرا با آن زنی دیوانه محکم کردی. ای دختر، تو چی درد داری؟ دیوانه هستی مگر؟ آخر جسور پیسته بر این دختر است، دیگر چی میخواهی تو؟ آب ایست در جایت، نامت بد شد، خودت هم بد میشوی. ما این خیل کارها نمیکنیم. خیر، زهرا او گفت که از من خوشش میآید. چی؟ بله. گفت از راستی؟ بله. آی بله، به فکر من خودش رو بسیار کتچا میگیرد. میشود میشود. با خیر از کمال سیو، با کجا؟ نپرس، پدرم سخت گرفته است که شوکت رو یا پولهایش رو میخواهد. جستجو نکنی، تو بیعقل هستی جسور. اول پدرم از عمه جدا شود، بعدا من جزای اون شوکت رو میدیم. گپ نیست، بیا رفته در محله سیر کنیم برادر.
دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و میخواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درستگاه را فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپته فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار را فعالیت میکنیم. روی رقم های چون شما میتوانید با واسطه وایبر، واتساپ و ایمو نیز با تماس برایید. ما از این که بیرون براید کارمون رو تمام میکنیم. همه براید با خونه دختر بابا قدیر می رود. بله سنم جان، امروز درس اولمون رو شروع میکنیم. شروع میکنیم هجری جانم. گوش کن سنم، گفته های مرا عیناً مثل من تکرار میکنی. معلش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیف. الیف. ب. ب. ت. ت. عین. 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 میدونی خوب گوشون سنم جان. عین. گاین. عین. آخر گفته نمیتونم اجری. عجب اومخته نمیتونم چی؟ درسی اولمون سنم جان، عصبایت رو خراب نکن. گوش کن چی خیل میکنی، با کمک پشتی زبان و بالای گلویت این حرف رو تلفظ میکنی. کاین. کمی غفستر. غاین. آنا دیدی شد کو؟ کمی دیگر با گلویت خود رو مجبور کن. اخیر نمیشود اجری جان. تمام جانم، دوام میدهیم. قاف. قاف. کاف. کاف. آکا، امانت رو در خانه موازین گذاشتیم. خوب خوب، نقص منتظر باشید. موازین که به خانهش در آمد مرا خبر رسانید. پلیس رو خبر میدیم. دوستاد پانچه هایی تقسیم کنیم چی بگویی؟ در جوزدان 500,000 پول است. گب نزن، تو پولی کی را با کی داده ایستاده ها؟ به شرف تو را من میکشم سمی، با خدا میکشم. و زیاشا نخود که برای کشی؟ نه کشته نمیتوانم، تو با من زنده لازم هستی. گوش کن، نزدی اونال رفته، کار رو با سقراط برده دادنت رو میگویی، فهمیدی مرا؟ نمیشه، این خیلگویه با محبس میروم، خوبترش کشی. لعنتی نباشد، من تو رو میکشم. من تو رو میکشم. میروی همه چیز رو با اونال میگویی، فهمیدی مرا؟ مرا میفهمیدی؟ فهمیدی مرا؟ نباشد میمور. ای باشه کلاس، اروم شو. چکر میکنی میکشی را؟ اروم شو. برادر ما کلاردیر شدم، بیا به خورجه گریزیم. ای تو چی میگویی شفقت؟ چی میگویی؟ لعین؟ تو تولین را دوزیده پول خواستی ها حیوان صورت. چخیر پول حقم رو گرفتم ای برادر، ای خزینه حقم رو گرفتم. برادر بانو رو همه دوزم، به خورجه میگریزیم یک جوه. میشه برادر؟ کدام بانو ها؟ کدام بانو؟ وای غیب زده است، کنعانی دیوانه آن دختر رو میکابد.
اگر منو تو رو یابد خونی بدنمان را میمکد. تو تا حال مرا خزینه خارجه بانو دوزی گفته ایستاده یا؟ بانو غیب زد از گفتی؟ چی گفتی برادرم؟ بانو با کجا غیب میزند؟ سمی؟ با کجا رفته باشد بانو؟ برادر بیا از اینجا میگوریزیم کنانی دیونو ما رو میکشد میکشد. شفکت من دخترچم و زهره رو گذاشته به هیچ کجا نمیتوانم بیروم. مرا ببخش. واو لامالیف لامالیف یا بسیار زیبا خوندی سنم جان. درس امروزه همون تموم شد. کم دیگر دوام دهیم؟ من باید حاضر با مسجد روام سنم. بعد نماز امر معروف میکنی؟ البته. شد نباشد من هم میایم. مایلش جزدانم رو گرفته حاضر میایم. مایلش انتظارم. مرا گوش کن شفکت، این شغال اینجا میسته فهمیدی؟ نه آب نه خوراک هیچ چیز نمیدی، شاید عقلش به سرش آید. تمام. این جزدان رو به زهرا بردنم لازم. میله برادر بره. خیر تا دیدم. میله بره. وقتای بی پولیم در بانو خطیم گب نمیزد این اکه پولای افتین تماما گمشده. همکسب من رو نمیکشوی ها؟ ای در اکه آدم بی عقل تایفتی ها؟ کودک دم تا بگی خاموش بیست؟ با خدا عیب است تو خیر. ای لعنتی که من قطعی تو همکاری کردم که مرا همکار مگی بی شرف که رست چی به تهمت کدی؟ بینم بانو گریخت رفتای؟ کنانی دیوانا حاضی دستی ما دمی افتی این همه خیر گردن تا میکنم رنگی چونچوک در بالای دیوال میمونم لعنتی ای پیشو نبرو فهمیدی؟ از عهده کار خوب بر اومدیم کمال برادر، اکنون امام با پدری قشاقی تو خاندار نمیشود. خوب است، تو این رو باید به احمد بگویی جسور. یگان وقت میگویم، تو پروا نکن. تو شین من میویم. تو چه خیلی زن هستی آخیر؟ من با تو میگویم که از خونه نبرو، نمیبروی. چیکار کرده ایستاده ای؟ چرا داد میزنی؟ گپ نزن، تو رو میکشم. کافیست آخر با من داد نزن دیگر. تو با من باز گپ میگردونی ها؟ دسته که زن رو میزنه دو رو میشکنیم. رو گم شو تو. چی خیل مردی که با زن دست میبرداری؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ واهیم از زور هم نباشد اما مرد هست، نگذاش که زن رو زنن. آخر من هم یک زن هستم. هر دوی شما میبینید اینجا منتظر شوید. همیشه منتظریم. منتظر نکن ما رو. پولهایی که سمی دوزدیده است، پاسپورتش هم هست، به خارجه میگریخته است. لاین اعتراف کرد مگر؟ نه، حالا نکرده است. او رو چه خیل بگب میداروری؟ اگر گوید به محبس میرود؟ نه زهرا، باید امروز کاری کنم که حل شد. گلها برای کی است؟ البته که برای تو جانم، بگیر. تشکری زیاد. خواهش میکنم. به این احوال افتیدن امان را بینگر. کیپکت بسیار زیبیده است. باور کن شرف تو هم بد نیست. از حسابی تو شکم های منصر شد. با قصد برکت دیهد کمال برادر. استغفر الله، هیچ گب نیست جسور برادرم. با خدا از تو راضی شدم. اون آدم را چه زول زده معیوب کردی. مرا اصلا خوش نمی آید که به طرف زن دست بردارن. خوب شد که مرا نگذاشتی، وگرنه دست من بسیار وزنین است. او را به بیمارخانه می فرستادم. این دختر مرا بخنده می کشد، دستش وزنین بوده است. با خدا برادر، کسی که به زن دست می بردارد آدم نیست. بعضی آدم ها گرچند جنسی مرد باشند ولی مرد نیستند، زن ها مرد ترند. تو رو با این خیل آدم ها چرا گذارم که وقت گذارانی جسور برادر؟ حلالت بود، حلال. انا هر دوی اونها هستن رفیقا.
برادرم چرا این آدم رو زدی؟ با گپ حل میکرده میشد. اکنون ما رو میزنن. کی رو میزنن؟ دادنم برادر. کنی تو یک سویست. شود مگر برادر دستمون رو بهوده افلاس کردیم. ما رو بین، دیگر ما رو با این خلکارهای خورد آمیخته نکنه. معذرت میخوام عدنان برادر، دستونی تو اینقدر وزنیم بود از من نمیدونستم. خیلی بیا رویم. آشنا میگویم، بیا رویم. چرا نمی آیی؟ وضعیت بسیار بد است عدنان برادرم. این ها همه شدن های بابای خودیران. چی؟ آدم های بابای قادیران؟ حاضر ما آدم های بابای قادیر رو زدیم، چی کار میکنیم؟ برادر خودت رو خفو نکش، اونها رو خودت تنها زدی. آشنا دیوانه هستی چی؟ همش رو تو زدی، معیوب کردی. من دیدم، دست نرساندم. مگر نمیدونی؟ به همه جا آوازه شده است که عدنان جسور آدم های بابای قادیر رو لاتوکوب کرده است. پروا نکن، حلالت باد. تو از قمسنگیر به اینجا اومدی، بگذار نامی تو در همه جا آوازه شود. شیر بچه من هستی. برادر چخل نام، چخل آوازه. اینش رو نمیخواهم. کنی بیا رویم. رفتیم. آه لحنتی شوکت، آه لحمتی کلتکلاز. خودم هر دیتان را کپیده میکشم. کلتکلاز دامالا هجری میفرمویده که کنم. از تو یک خواهش میکنم، برای یافتن شوکت و کلتکلاز یک دعا کنید لطفاً. آه شوکت، آه کلتکلاز، خدا ما رو ببخشد. هر دویتان رو پوست کرده با درونی پوستتان که پر میکنم. اکا ما هم دعا کنیم. این رو گم شو دعای تو قبول نبیشود. اکا در اصل گیره من یک فکر خوب دارم. چی بودای؟ چی بودستان؟ میگویم که ما برای پیدا کردن شوکت و کلاز در برنامه خانم ریا اشتراک کنیم. ای رو گم شد. اکا این زن خانم ریا رفته همه گونه دوست، قاتل، بدبخت هر کسی که باشد پیدا میکنه داخل. ای گم شد از اینجا. این خیلی باشد میگویم ما با نمک در برنامه زیباسلام اشتراک کنیم. اکا آی چه خیل گپ از دادرم. اکا تو ما رو خوندار نمیکنی، اقلا برنامه زیباسلام ما رو خوندار کند. چی میگویی؟ ما رو گوش کنید، مرا گوش کنید. میدونه چی؟ حاضر هر دویتان را روید تهارت کنید. روید. بولم این موازین به خونهش نامده است. پولیس را باید سنگسنم. پولیس را. نه سردور، با دخترتون یک جا برمده رفتن. خیلی شد، نظارت را دوام دید. به نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم. برادران عزیز، پروردگار زمین و آسمان و آنچه در بین آنهاست، الله تعالی هیچ قومی را به پیغمبر نگذاشته است و به هر یک قوم پیغمبری فرستاده، آید هستی خود، یگانگی و بزرگیش انسانها را آگاه کرده است. حضرت ابراهیم یکی از همین پیغمبران بود. در قرآن کریم اسمش خلیل الله، یعنی دوست خداوند ذکر شده است. او برای بابل ها پیامبر فرستاده شد. حضرت ابراهیم دعوت کرده مردم را هوشدار میکرد، اما قوم گمراهش با او ایمان نمی آوردند. در آن زمان پادشاه با نام نمرود که صاحب ثروت و سلطنت بود، خود را در بین مردم خدا اعلان کرده بود. حضرت ابراهیم مردم را دعوت میکرد تا به خداوند یکتا ایمان آورند، اما نمرود ایمان نمی آورد و مردم او را خدا میگفت. با دعوت حضرت ابراهیم اعتبار نمی داد، هیچ کس او را باور نمی کرد. حضرت ابراهیم را نمرود آنقدر خطر نمی دانست. دعوای خداگی نمرود یک طرف، بتخانه های بابل پر از بود.
بابیل‌ها در آن زمان هم نمرود را و هم یک چند بت دیگر را پرستیده از آنها مدد می‌خواستند. روز عید بابیل‌ها بود. موافق رسم و آیین در روزهای عیدشان خرد و بزرگ، زن و مرد، دارا و فقیر یک جایه به عیدگاه می‌رفتند و در شهر کسی نمی‌ماند. برادران در آن روز عید بتخانه‌ها را حتی خادمانشان به میدان عید رفتند. به حضرت ابراهیم گفتند تو هم بیا با ما رویم. حضرت ابراهیم گفت که امروز من ستاره ها را دیدم، ناراحتم، رفتن نمی‌توانم. همه بابیل ها حضرت ابراهیم را در شهر تنها گذاشته به عید رفتند. حضرت ابراهیم بعد رفتن قومش گفت خدا را شکر که بعد رفتن شما بت‌هایتان را به دام یافتانم. بعد همه رفتن حضرت ابراهیم در دست تبر گرفته به نزد در بت‌خانه رفت. در را کشاده در آن در آمد و در آنجا بت زیاد بود. در نزد بت‌ها خوراکه و نوشاکی بسیار بود. رسم و آیینشان چنین بود. از خوراکهایی که میپختند در نزد بت‌ها میگذاشتند. حضرت ابراهیم تبر را به دست راستش گرفته با شکستن بت‌ها شروع کرد. یکی را سرش را شکست، دیگری را پایش را، یکی اش را به زمین افتاند، دیگری را از بین دو قسم کرد. بوتی کلان را هیچ کار نکرد، با او دست نرسان و تبر را در گردن بوتی کلان گذاشت. از بتخانه برآمده در را چخلی که بود محکم کرد و از آنجا رفت. وقتی که خادمانی بتخانه از اید برگشتند، منظره بتخانه را دیده حیران شده ماندند. بت‌هایی که خدا میگفتند در روی زمین پاره پاره بودند. در حال داد و فریاد زده این خبر را به نمرود رسانیدند. نمرود از جایش پریده در حال به بتخانه آمد. نمرود هم وقتی که احوال بتخانه را دید حیران شد و با غضب گفت کسی این کار را کرده است از جمله ظالمان است. نمرود به سربازانش امر کرد که کسی این کار را کرده است پیدا کرده بیارید. یک خادمی بتخانه میدونست که حضرت ابراهیم به عید نرفته بود و شبهه کرد که این کار را او کرده است. نمرود امر کرد که ابراهیم را بیارید. اگر او این کار را کرده باشد حتما به جزایش میرسد. سربازان حضرت ابراهیم علیه السلام را به نزد نمرود آوردند. نمرود گفت خداهای ما را تو شکستی مگر ابراهیم؟ حضرت ابراهیم گفت تبر در گردن بت کلان است، معلوم می شود او شکسته است. از بت‌هایتان بپرسید که آنها را کی شکسته باشد. و بعدن اضافه کرد اگر جواب داده نتوانند آن بت کلان را پرسید، شاید او کرده باشد. نمرود با غضب به حضرت ابراهیم گفت تو خودت می دانی که اینها گپ نمی زنند. محترم جماعت، حضرت ابراهیم جوابی را که منتظرش بود از او گرفت و گفت این بت‌ها مادامی که گپ نمی زنند این را شما می دانید. این خیل باشد، چرا چیزهایی که نه ضرر و فایده می رسانند خدای خود قرار می دهید؟ آن وقت معلوم شد که بت‌ها را ابراهیم شکسته است. نمرود گفت او را جزا دهید، شکنجه دهید. برادران حضرت ابراهیم را بسیار شکنجه دادند، بسیار با او ظلم کردند، ولی او از دعوای یک توپرستی و انسان‌ها را برای یگانگی خدا دعوت کردن دست نکشید. نمرود نیت کرد که حضرت ابراهیم را شکنجه داده و او را بکشد و قرار برآورد که او را به درون آتش پرتویند و به قومش فرمود ابراهیم را آتش زنید تا خداهایتان آرام شوند. میدان شهر را برای آتش زدن حضرت ابراهیم آماده کردند. گرد آتشدان را با دیوارهای بلند محکم کرده درونش را پر از هیزم کردند. نمرود برای باز هم خوبتر تماشا کردن سوختن حضرت ابراهیم برای خودش یک جای بلند ساخت و برای تماشای سوختن حضرت ابراهیم علیه السلام امر نمود که مردم شهر در میدان حاضر شوند. مکانی که باید حضرت ابراهیم را آتش می‌زدند بسیار کلان بود و پر از هیزم. همه در میدان شهر جمع شدند. کسی در خانه اش نموند. همه برای مشاهده کردن آمده بودند. نمرود امر کرد که هیزم ها آتش زده شوند. علنگه آتش به آسمان می‌رسید. آتشی که نمرود برافراخته بود آنقدر بلند بود که دود آن را از تمام شهر مشاهده کردن ممکن بود. آتش بسیار کلان شد. همه منتظر بودند. با امر نمرود حضرت ابراهیم را با دست و پای زنجیر بسته به میدان آتش زنی آوردند. همه با حیرت به او نگاه میکردند. کافرها برای آتش زدن حضرت ابراهیم خوشحالی میکردند و یک گروه خرده که به او ایمان داشتند پنهانی گریه کرده در حقش دعا میکردند. حضرت ابراهیم را به نزد آتش آوردند. باید به درون میپرتافتند، ولی گرمی آتش آنقدر زیاد بود که هیچ کس نزدیک شده نتوانست. حضرت ابراهیم را به آتش پرتافته نتوانستند آنها. بعدن نمرود امر کرد که با واسطه زینه ها او را به آتش پرتایند. زینه ها را موافق بلندی آتش آماده کردند.
حضرت ابراهیم را به بالایشان برآوردند. حضرت ابراهیم را همین طور به آتش می پرتافتند، اما او ترسی نداشت. حضرت ابراهیم خدا با من است می گفت، چون او با من باشد من از کسی سری ترس ندارم. نه از مرگ و نه از نمرود می ترسید. محترم جماعت، ایمان انسان را انا همین خیل نترس می کند. نفری که از خدا می ترسد یگان قوه در مقابل او ایستاده نمی تواند و از یگان قوه یاری طلب نمی کند. حضرت ابراهیم به خدایش پناه برد، با آتش نگاه کرده ترسی نداشت و می دانست که قوه خدایش به همه چیز می رسد. در زبانش ذکر، در دلش ایمان، تقدیر خدا را منتظر بود. با امر نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام را به مبین آتش پرتافتند. وقتی که حضرت ابراهیم به بین آتش افتید، آتش از چهار طرف دور شد، چون که خداوند آسمان ها و زمین به آتش امر کرد که در مقابل حضرت ابراهیم خنک و سقیم باشد. در بین آتش یک راه کشاده شد، از درونش یک جویبار گوارا پیدا شد. گرد و اطراف جویبار سبز شد. زنجیری که در پای حضرت ابراهیم بسته شده بود خود به خود کشاده شد. حضرت ابراهیم در بالای گلزار نشسته بود. نمرود با بلندی بر آمده خواست که آتش را ببیند. نمرود درون آتش را نظر کرد. آتش فروزانش دید که گلزار گشته است. حضرت ابراهیم سالم در نزد جویبار نشسته است. نمرود این حادثه را دیده حیران ماند. یک چند نفر حضرت ابراهیم را دیدند که صحت و سالم از درون آتش برآمد و همان زمان ایمان آوردند. نمرود ترسید که مردم از او رو میگردانند. در حال به آدمهایش مکتوب نوشته به چهار طرف روان کرد. سربازی بسیار درخواست کرد، همه اش سلاحدار باشند گفت. با خداوند زمین و آسمان جنگ اعلان کرد. قریب 100,000 عسکر در نزد نمرود آماده شد. کبر چشمان نمرود را آنقدر کور کرده بود که بر ضد پروردگار خود و عالمیان جنگ اعلان کرد. خداوندی که صاحب قدرت بی پایان است برای نمرود درس عبرتناکی آماده کرد. برادران، خداوند به پشه ها امر کرد. پشه ها به چشم روی و بینی عسکرهای نمرود هجوم کردند. از زیاد بودن پشه ها عسکرها یک دیگر را نمی دیدند. پشه ها هر عسکر و اسبی را که می گزیدند صدای ناله اشان بالا می شد. با آن درد حیوان ها طاقت نمی کردند. از درد زیاد حیوان ها عسکرها را به زمین می پرتافتند. همین خیل این سپاهی ظالم پریشان و نابود شدند. نمرود رزیل تنها مانده به قصرش فرار کرد. در رو از درون محکم کرده فکر کرد که نجات یافت و آرام گشت. ولی از تقدیر خدا راهی گریز نیست. یک پشه از سوراخی کلید به درون در آمد. پریده بر روی نمرود چسبید. نمرود خواست که او را از رویش دور کند، ولی پشه به درون بینیش در آمد. از بینیش به مغزی سرش رفت. آهسته آهسته مغزی سرش را آزار می داد. نمرود با دستانش به سرش زده خواست که یک لحظه هم باشد دردش را کم کند. تا سرش را به دیوار نمی زد آن پشه آرام نمی شد. چون یک لحظه آرام می استاد، پشه اذیت دادن را دوام می داد و صدای نمرود به آسمان ها می رسید. نمرود سرش را به دیوارها زده همین طور خودش را کشت. خداوند در آخران آیه سوره یوسف می فرماید که از این قصه پیغمبران خیردمندان پند می گیرند. خداوند صاحب حکمت و قدرت بی پایان است. خداوند بزرگ حضرت ابراهیم را ایمانش را و صبرش را نصیب مون کند انشاءالله. آمین. سرم یافتی من شوکت را؟ همه جا رو دیدم پدر، ولی او رو نیافتم. چخیل نیافتی ها؟ چخیل نیافتی؟ اتو من چکار میکنم؟ اگر آن پلها رو باسپس نگیریم تولین مرا از در بیرون نکند. پسرم من بی تولین زندگی کرده نمیتوانم. نمیتوانم. پروا نکن پدر جون، اون ابله رو یافته همه پلهای تو رو میگیرم. رحمت. کی هست؟ منم. وای ملیس، یعنی ملیس اینقدر چیزی مهم چی بوده است؟
چرا گپ میزنی با من؟ مادر جانم، اکنون هیچ سبب نیست که تو با اون آدم خانه دار شوی. چرا نبوده هستی؟ گوش کن، وای آدم برای خلاص کردنی تو همه پولهایش را به شوکت داده است. نصفش را داده است. مادر، با پسرش گپ زد، شنیدم به پول به ثروت مونده است. چرا مرا نمیفهمی؟ خطا شنیده ای؟ با من انگشترین تحفه کرد، از بریلیانت است. بیم زیبا است، ها این رو ببین. مادر چه زیبا است. چشمانم کور شدن. حیاتم جانم، آماده شدی؟ آماده. جنوبی اسمی جانم، زیبا چه من. این چقدر زیبا است یا خدایا. خب نباشد، میبرویم. میرویم. بای بای. نقص مانید. بای بای. پولی پدره تمام شده بود که برای اما هم انگوشتنی خریده است. با خدا جسور، من هم نو از تو شنیدم، معلوم که پیشتر خریده است. عجب، و پدرت باز پیشکی چی خریده باشد؟ پروا نکن، تو میدونی که پولهایش هم تمام شد، با فکرم دیگر هیچ چیز ندارد. بیا ما کمال از برای خدا، عصب هایم بسیار خراب شد، بسیار. آرام باش جسور برادر، کمتر پس در برون پلیگون می سوزیم، یک دو تیر پرونیم عصب ها آرام می شوند. با پلیگون ملیگون آرام نمی شوند، برای آرام شدنم باید آدم پرونم، آدم. وای به وجدان، باید آدم می پرونده است، تو حالا سیلوه را داشته نمی توانی. اه وای آکا اجرا، از ما یکم سوال بپرسد. البته سوال اولم را می پرسم، آماده هستی؟ کنی بگوید بچه ها، اولین پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ حضرت یعقوب. آفرین به شما. سوال دوم را از شما میپرسم، آخرون پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ پیغمبر حضرت یعقوب. آفرین به شما، ماشاءالله بسیار دانا هستند. دانا معلوم است. پختکان، پختکان شیرینی را حلال کردید. پختکان فروش، بفرمایید جناب. خسته نباشید. خوش آمدید. بفرمایید. امک جان، کنی بیایید با این دونو چاو پختخان بدهید. کنی اینها رو گیرید. رحمت اما. مرحمت. رحمت اما که جان. جانم. بگیر. تشکر زیاد. بفرمایید خانم. براری کار اما. تشکر. نظمونه. این برای تو. این برای تو. کمال برادر، چی کار میکنی؟ از راستی آماده کردی پلیگون رو؟ چی فکر کردی جسور؟ واهمه میکردی که همه تیرم به نشان میرسد، کنی مهارتت رو نشان بیدی؟ آشنا، من از 100 متر پشه را در قناتش میپرانم، چی فکر کردی تو؟ یک سو گذارین وای مهارا. با من شرط میکنی؟ ها؟ دانسته باش، احوالت رو بد میکنم من. یا خدایا، این دختر با کجایش باور کرده واهمه دارد؟ شرط میکنم. آشنا، تو چی خیل تیر میپرانی؟ اگر یکان کس رو پرانی نمیفهمد که تو آدم پراندی. کنی تو رو بینیم؟ باز این مرا نپرانم. آنه این خیلی تیر میپرانند. شانسی بنده غریب رو بین. شانسی بنده غریب رو کنی بگو در کجایش پرانم. در دیلش. وای دو، این چه خیلی پرانم؟ یون که این میلیس نیست چی؟ خوب شد که با پدرم هر هفته با پلیگون میرفتم، وگرنه کمالیسی و ملیس بودنم رو پای می برد. چی شد کمالیسی و زبانت رو خوردی مگر؟ شد شد، کنی در چشمش پرام بعد انگب می زنید. گفتنی که اینها همه تصادفی شد ها؟ مایلش.
الو یزنا یزنا با خونه هجوم کرده ای صدان بیایید زودتر صدای سیلو بابرون 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 این چه تیرپرانی است ها با من ده سیلو رو بیده چه تیر میپرانن چه نشان میگیرن من با توم همش رو میاموزم بین حاضر چیکار میکنم لیوین سخرو نمورده بود مگر کی به این قصر رو جمع میکنن صدای تیر است دو لیوین بین کمال برادر بینو بی آموز چخل تیر میپرانن چخل نشان میگیرن ایست پولیس دست ها با بولا مردارید تسلیم شو سیلو را به من میده گیری رو لیوین دست من رو ببند گیر یک لحظه کمیسر اونال خطوکی شده است سیلو از من است من رو دستگیر کنید تو کاردار نشو کمال سیلو در دست او بود دستش رو بند لیوین یزنه اینجا چی گفت شده ایسو دست عدنان رو چرا دستانش رو میبندید زهران مگر تو زنگ نزده که به قصر رجوم کردن زودتر بیوید انا اومدیم این رو دستگیر کردیم یزنه عدنان چرا به قصر هجوم میکردستن این جانی ینگه تولینم عدنان جسور سخیر جسور گفتی؟ بله کجای این به جسور مانند است به هر طرف تیر میپراند گفتی هجوم کردن آمدیم درست این سلاح بود اگر یکون کس میمور چی؟ مرد است؟ ها؟ مرد مگر؟ نو گفته نماند کل تکلس را بگو آمده مثل آدم تسلیم شود از قانون گریختن نمیشود این را میدانید مرا عصبی نکنید او را به شو ببرید عدنان؟ عدنان چی گپ شد؟ تو را به کجا میبرند؟ گوش کنید او رو با هیچ کجا برده نمیتوانید برای چی؟ چی گپ است؟ بهار از ملیس خوش میوید چی؟ بهارگور لطفاً با کاری پلیس دخالت نکو که جوابگاری دارن آخر من ای دختر گم شک طرف بیست نگم شو رفتیم بیاره یه راه کردم گرنگ نکن کنی رفتیم خدایو من چی کار کردم؟ چی قدر خوب بود با واسطه جسور از بهار خلاص میشدم چی کار کنم اکنون؟ چی کار کردم من؟ چرا این پلیگون رو اومده کردم؟ بسرم بلا رسد به کله چی خیل ملیس رو خلاص میکنم اکنون؟ یا خدای مردی که دوستش میدارم او رو با محبس میبرم من به عدنان چی کار میکنم؟ سلام علیکم دوستانی عزیز دوستان با شما که از کانال های بهترین یوتیوب رو به نام یک لحظه خنده پیشنهاد میکنم که در اون کانال شما میتوانید بهترین صحنه های هجوی فیلم ها قصه فیلم ها و سلسله فیلم ها رو اولین شده با صفت عالی تماشا کنید و اینچنین روزهای نزدیک در اون کانال سلسله فیلم صداقت و بختیار رو نیز میتوانید تماشا کنید با کانال یک لحظه خنده آبونه شوید باوری کامل دارم که به همه شما پسند میآید حکه کنان همه جا را کفتیم اما شفکت پدنالت رینی آقی پدر را از اگون رو پیدا کرده نتونستیم چه خیل پیدا نکردیم گزفند کراکول اکه دستانتون درد رو نبینن ولی کاش نمیزدی او رو اگر پرسی چرا چون که من این مسئله رو حل کردم اکه رفته به برنامه اجدی می نیزنگ زدم شفکت رو در حال میابند اکه راست میگویی؟ با خدا اکه هی هی آفرین با تو آفرین شیر بچه ای من آفرین افتی خنیبت نبینم بچه دیونه شده تو؟ نخواد آدم همه خیلی بیدار کنن
عقل داری تو برادر؟ غم نزن، اینجا خواب بودی مگر؟ نه ماهی مقبیدم، بیزار کدی که؟ سمی در درون است تو اینجا برابرین خواب های میمونی کمتر نوری افتاب بزنم و او را در درون بستگیم کجا میگریزم؟ خاموش پیش در راه گرد، باید آن ابله را بگب دراری. مرحمت گذره دوکا هایو که جان گذر، از بری بالا گذر. خواهش جناب شوکت، سمی در کجاست؟ ای برادر، به خدا قسم میخورم که اینم جمع خشتگی بود. من نمیدونم. دقت نظر شوکت، لاین یک آدم را صاحبی نکردی، تا اینکه این آدم را دستگیر کنم شکمم داری. برادر جون حق هستی میفهمم، اما بین حالا گرم است، این دور نرفته، اینم جدا گجای دست رفته میقپیموش. چه دستگیر میکنی شوکت؟ چه دستگیر میکنی؟ او الکای گریخته رفته است. اوف شوکت، اوف اوف شوکت اوف. خوب شد که نسخه ثبت رو گرفتم. این ثبت برای به خارجه رفتنم چیپتای هواپیمایم میشود. هم پول میخواستگیم را از کلتکیلس میگیرم، هم شناسنامه رو میگیرم. بسیار خوب بسرم آمد این فکر. سردار، موازی نهایت به خانه‌اش در آمد. یک ساعت پیش دیگر نفر در آمده بود. او حالا هم در درون است. آدمی در آمده رو میشناسید؟ نمیشناسیم سردار، با فکرم مهمونش است. خیلی نظارت رو دوام دید، با پلیس خبر میدید. شناسنامه در کجاست؟ اگر ملیس بودنم رو گویم مرا آزاد میکرده باشند. نی از کجا؟ آزاد نمیکنند. با سینو دستگیر شدم، این خیل باشد بدتر می شود. این مرده کاری چی تو؟ سوالی سردار در جواب دی. من هنگامی آمدنم در راه شناسنامه ام رو گم کردم. رقمی شناسنامت رو بگو. شناسنامه به زبان روسی پاسپورت میشه، رقمشو بگو. کمیسارم، من رقمی شناسنامه ام رو نمیدونم. چه خیل نمیدونی ها؟ خری ابله، تو مرا مسخره میکنی به شرف؟ لبن برد محکمش کن. ای حیوان، تو اکی اونا را مزاق داری ها؟ کنی خیزه جان. کمیسر، نکنید من جیانی خانم تولین هستم. راو گمشاو، ای گمشاو، گمشاو. باز جیانی خانم تولین بوده است. گوش میکنم، سخن در باره مواد مخدر میرود. خبری مواد مخدر؟ سراغش رو نویسید. شما کی هستید؟ در کشون دستو تا پیش کن. ایتو لیویتا مزروغ داری ها؟ میدونی که کار جوابگری دارم. حوزی میبرم ایلینگوت کشانت میکنم، با زندگی نمیفهمی، فهمیدی؟ بدرو، تیز بدرو، اینا فهمونه که لیویت کی های؟ عروسون نیستن، انا که پیدا. لبن، خبر مواد مخدر است، رفتیم. عملیات، بچه ها رفتیم با کسا با پیش. استاد، شنیدم شما یک دشمن داشتید با نام سقراط. بله. شنیدم که او را پروندند. بله، من هم شنیدم او. تا جسدش را نبینم باور نمی کنم. همین خیل آدم است یعنی.
وضعیتش خیل است. وضعیت سخت را پسی سرد کرد. خوب شده ایستاده است. کی بیدار می شود؟ هر وقت می تواند بیدار شود. خوب استاد، او را کی پرام فهمیدید؟ در این باره هم معلومات نمیدونم. این چه کار است؟ بجای کلاس را دستگیر کنیم، با کارهای بی‌معنی مشغولیم. لوند دور پشت رو پیش کردیم، جسور رو داشتیم، حاضر به عملیات مواد مخدر میرویم. سردار امکانال، وظیفه ما کلاس رو دستگیر کردن نیست. ما پلیس هستیم، وظیفه ما جنایتکارها رو دستگیر کردن است. خوب که خاطر رسان کردی لوند. هجری، شنیدم که سقراط برای بدام افتانیدن جنگاور سنم را استفاده میکرده است. این چه علاقه دارد؟ یا این که سنم را دوست میدارد؟ یعنی او از سنم دور باش گفته، فلان گفته، تو را تهدید میکند؟ نه استاد، نمیکند. یا خدا، خیر، چی درد دارد جنگاور؟ شراوه دختر را همیشه نجات میدید. یعنی قهرمان است و هم تو دختر را نجات میدید؟ گرچه چند بار حیاتی مرا هم نجات داد. من هم نفهمیدم، رویش را دیده نتوانستم، نقابش را کشیده نتوانستم. آخی سردار، ما کلاس را دویم دستگیر میکنیم. دستگیر کردن او آسان است، نمونسبش را هم میدونیم، اما جنگاوار چی؟ او را تماما ما نمیدونیم. چخیل دستگیر میکنیم؟ کمی کلات را کار فرما، کلاس را دستگیر کنیم، جنگاوار را هم دستگیر میکنیم. این چخیل میشود سردار؟ آخر اونها همکار نیستند. همکاران، هر وقتی که کلاس را دستگیر کنیم، جنگاور اومده نجاتش میدهد. علیق همکاران. درست سردارم، راست گفتی. جنگاور چرا خلاصم میکند؟ این رو نفهمیدم. یعنی کسی است که مرا خوب میشناد، هیچ چیز رو نفهمیدم. ای خدایا، ای من چی جنگاور منگاور گفته ششتم، به این هم سرم تگی بلاست. سمیر رو از دست دادم، اونال از پسم. اوف، پس جنگاور با من چیم؟ جمع شوید. استاد، شما پروا نکنید، کمیسر اونال بیگناه بودن شما را حتما باور میکنه. با خدا هجری، اگر باور کند هم چی میشود؟ او یگان راهی مییابد که اسپاسی من شود. او همین خیلی یک آدم یک رو است. اطراف را احاطه کنید، زود باشید. گذر لوند. یا لوند، در رو که کشادیم در حال هجوم میکنی، فهمیدی؟ بخیر باشد. در این ساعت کیست؟ نمیدونم استاد. شاید سنم و زهرو باز برای دستگیر کردن ما آمدن. من رفته بینم استاد. رفته بین. اکی اونال؟ اونال گفت؟ این از کجا برآمده؟ خبری مواد مخدر شد، کافتکاب میکنه.